سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چیز عالی باشه. امشب من اومدم به غرب تهران و میخوام ایران مال، یکی از بزرگترین مالهای آسیا رو به شما نشون بدم. امشب تصمیم گرفتم که به اینجا بیام، اما میخوام به طور خلاصه بیشتر تمرکزم روی فودکورت و طبقه همکف باشه. در نهایت هم یه سری به بخش صنایع دستی و قسمت فرش ها میزنم که اونجا رو هم ازتون میخوام با من تماشا کنید. یه سری توضیحات کوتاه بهتون میگم، بعدش هم دیگه چیزی نمیگم و با هم ایران مال رو چند دقیقه قدم میزنیم. ببینید، ایران مال جز 5 مال برتر جهان و جز بزرگترین پروژه های تجاری، فرهنگی و اجتماعی کشورمون ایرانه. دیگه احتمالا تو چند سال اخیر متوجه شد که تمرکز مالهایی که ساخته میشه فقط بر روی خرید کردن نیست. اینطوری نیستش که شما برید داخل یک مال یه سری وسیله رو بخری و بیای بیرون. تمرکز مالها بیشتر دیگه روی قسمت‌های تفریحی شده. یعنی شما زمانی که به یک مال میری فقط تمرکزت رو خرید کردن نیست. در کنار خرید کردن ممکنه سینما بری، ممکنه بری شهر بازی بازی کنی، ممکنه بری فودکورت غذا بخوری. به هر حال تمرکز دیگه فقط رو خرید کردن نیست. یعنی زمانی که یک مال بخواد با بقیه مال‌ها رقابت کنه، باید حتما تمرکزش رو علاوه بر قسمت تجاری روی تفریحی و فرهنگی هم بذاره. که ایران مال هم از این قاعده مستثنا نیست و به خوبی قسمت تفریحی فرهنگی رو رعایت کرده. و مثلا بخوام از دیدنی های ایران مال بهتون بگم، میتونم به مسجد جامع ایران مال اشاره کنم و یا حالا باغ ایرانی، باغ دیدار، بازار سنتی ایران مال اشاره بکنم، تالار آینه ایران مال، شربت خانه ایران مال، باغ رستوران ملل ایران مال، باغ کتاب ایران مال که اون کتابخونه رو احتمالاً توی ویدیوهای مختلف تصاویرش رو دیدید که بسیار زیباست. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر تا به حال اینجا نیومدید حتما به اون قسمت هم سر بزنید. و از همه مهمتر ایران مال سینما هم داره که شما اگر خواستید حالا با خانوادهتون به اینجا بیاید و یک فیلمی رو تماشا کنید، ایران مال هم گزینه مناسبیه. خب البته 3 نکته دیگر رو هم به شما بگم. یکی این که اینجا مجموعه ورزشی هم داره، حالا یعنی از پیست یخ و مجموعه اسکواش بگیر تا باشگاه بدنسازی و بولینگ و جاده تندرستی که خیلی برای پیاده روی به اینجا میان. غیر از اون شهربازی ایران مالو داریم که اونجا هم به شدت شهربازی کاملی هست. من واقعا تعجب کردم وقتی اون شهربازی رو دیدم، خیلی خوشم اومد خودم. قسمت آخرم که میخواستم بهتون توضیح بدم اینه که اینجا یه هتل هم داره، یعنی افرادی که حالا برای مسافرت به تهران میان میتونن تو هتل ایران مالم مستقر بشن. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. امشب تصمیم دارم خلاصه یه سری قسمت ها رو به شما نشون بدم. به هر حال بخوام کل اینجا رو نشون بدم ویدیو خیلی طولانی میشه و ممکنه حوصله شما سر بره و خسته بشه. تصمیم گرفتم خیلی کوتاه، 20 دقیقه 30 دقیقه امشب یک ویدیوی خوب از اینجا براتون آپلود کنم. اگر ویدیو رو خوشتون اومد لایک و کامنت رو انجام بدید و از همه مهمتر اون دکمه سابسکرایب رو بزنید که من انرژی و انگیزه بگیرم که بازم ویدیوهای بیشتری رو براتون آپلود کنم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم. بریم شب خوب در کنار هم داشته باشیم.
دیگری که بریم.
Thank you.